سلام میگم دوباره به برادر عزیز خدا شک ما در یک زمان خیلی هیجان انگیز زندگی میکنیم صدا الان خوبه یکم یا برای هیجان انگیز ما زندگی میکنیم چیه این فیش رو باید همه چی درسته از من همه چی درسته Uh, yeah, یک زمان خیلی هیجان انگیز ما زندگی میکنیم و قدر uh, شکر که uh, در این زمانی که هستیم که شاید خیلی ها سال هاست که در مورد زمان آخر صحبت میکرد و آرزو داشتن و هیچ موقع به اونجا نرسیدن که ما الان رسیدیم یک زمان خیلی ها تا حساسه و ما هم سعی می کنیم پیامی که مربوط به این زمان است بتونیم اینجا صحبت کنیم و همینطور هم تعلیم بدیم و موعظه کنیم دو هفته پیش بود که در مورد این بیداری بیداری امون باکره نادان صحبت کردم که خداوند میخواد ما رو بیدار کنه کسانی که در حال خواب هستن هفته گذشته برادرمون آرش بود در مورد بیداری برای باکره دانا صحبت کرد که واقعا بتونیم تشخیص بدیم و همینطور هم بدونیم که در چه کدوم زمانه و خدا چه کارهایی میخواد انجام بده و تفاوت الان این داستان ده تا باکره که حتما خوندین در مطابع بی بیست اینجا می‌بینیم که افرادی بودن برحال این داناهی بودن که جلو در ایستاده بودن و بعد از اینکه از خدا پرسیدن چرا در بسته هستن بعد از این خدا گفتی شما رو میشن نمیشت بعد این گفتن و جاهای دیگه هم بود که آمدن گفتن که ببین برای تو این کارو کردیم برای تو دیوار رو اخراج کردیم اینو کردیم اینو کردیم دایما نشون میدادم به کارهایی که کردن هیچ موقع کسی اونجا نبوده، عیسی مسیح من آمدم تو رو جستجو کردم صدای تو رو شنیدم ملاقات با خودت داشتم و همینطورم روزه گرفتم دعا کردم اجازه دادم در من کار کنی و الان جلوی در ایستادم نه بلکه این افراد بودن که فقط نشان میدادن به کارهایی که کردن به این خاطر در این قسمت خدا خیلی میخواد ما با ما صحبت کنی که ببینید به کار کردن خدمت کردن چیز مهمیه فقط اصل کار اینه که چقدر تو تبدیل شدی به شباهت عیسی مسیح یعنی شخصیت سازی چیزی که این باکره دانا داشتن شخصیت رو داشتن روغن رو داشتن و این نور نوری که داشتن که به وسیله این, این 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 یا این روغن رول به وجود میاد به این خاطر اه, خدمت کردن چیز مهمیه ما باید خدمت کنیم فقط خدا مخصوصا در این زمان آخر و من فکر میکنم دائما یعنی هر موقعی که ما ایمان میاریم به عیسی مسیح خدا دنبال اینه که این شخصیت ما رو عوض کنه که خودش رو در ما در ما قرار بگیره شخصیت او صفت او در ما قرار بگیرن و من شخصا اینطوری نگاه میکنم و می بینم که الان در یک زمانی زندگی می کنیم فکر نمی کنم فکر نمی کنم که دوباره همون با این کلیسایی با همون جمعی برگردیم که سه ماه چهار ماه پیش داشتیم و دوباره مثل اینکه یک یک دورانی بود که گذشته یه دوباره برمیگردیم به اون چیز قبلی من فکر می کنم فکر نمی کنم میتونم اشتباه کنم فکر می کنم در یک زمان حساسی زندگی می کنیم که این اتفاقاتی که الان میفته ادامه خواهد داد و کتاب مقدس در مورد این درد ذهن صحبت میکنه و درد ذهن برای افرادی که یعنی بیشتر همه ما میدونیم که هرچقدر نزدیک میشه به این زایمانی اون موقع این درد زه زیادتر میشه این زمانش کوتاهتر میشه و من فکر میکنم الان در یه زمانی هستیم این دردهای زه رو میبینیم و الان زیادتر خواهد شد و بلاهای زیادی خواهد آمد مش اتفاقاتی خواهد افتاد در این دنیا و هیچ چیزی هم زیر کنترل ما هم نیست و این چیزها رو میگم چون اگه منطقی هم فکر کنیم میبینیم که الان این روح ضد مسیح یا شیطان پادشاهی خودش رو میخواد آماده کنه سلطنت خودش رو میخواد به این دنیا برسونه که دنیا رو جمع کنه و بتونه, بتونه همه زیر کنترل خودش بیاره به این خاطر باید این اتفاقات بیفته و همینطورم هم میگم که اتفاقاتی خواهد افتاد که شروع کنه دیگه این پادشاهی یا ملکوت خودش در این دنیا انجام بده چیز خیلی منطقیه پس باید اتفاقاتی میفته ضد مسیح روی ضد مسیح همینطور نخواهد آمد گفته که بگه که من اینجا ضد مسیح هستم اونقدر همه چی از طریق سیاست اقتصاد و همینطور مذهب دین همه چیز رو خودش آماده میکنه که یک روز وارد بشه و شروع کنه حکم حکومت کردن به این خاطر الان این بلاهایی که میبینیم میافته همه چی آماده کردن ظاهر شدن این روح ضد مسیح این شخص ضد مسیح که خودش شیطان خواهد بود که به وسیله انسان این خواهد، کار رو خواهد کرد به این خاطر زمانی که مکاشفه رو میخونیم میبینیم که در زمان آخر اتفاقاتی پشت هم خواهد افتاد الان میبینیم بینیم اصلا کلا توی،, توی یوتیوب نگاه میکنم یا توی فیسبوک نگاه میکنم میبینم که دایما چه ویدیوهایی چه اتفاقاتی در این دنیا میفته و ما خبر نداریم او که یه قسمتی ما میتونیم بگیم اون زمان هم این اتفاقاتی هم افتاده بود فقط ما هندی نبود عکس نبود فیلم نبود و این چیزایی میتونیم بگیم فقط کلا اصلا هوا و فضا عوض شده پس از این طریق متوجه میشیم اگه واقعا آگاه هستیم اگه واقعا چشممون واقعا روی عیسی مسیح و آمدن اوست آگاه میشیم و متوجه میشیم چه اتفاقاتی میفته توی کتاب همینطورم دانیل هم جاهای دیگه هم در این قسمت برای این قسمت های آخر اونجا صحبت کرده شده و مخصوصا هم اونجا هم گفته بود کسانی که و کار شیطان اینه که خواهد آمد و خیلی ها رو فریب خواهد داد فقط میگه اونهایی که بیدارن اونهایی که زمانا رو میشناسن اونهایی که آگاه هستن اونا خواهند ایستاد پس اینجاست که خدا مخصوصا در این زمان آخر پیامایی نه فقط به کلیسای ما میده بلکه کلا در تمام دنیا میبینیم که چه پیامایی اونجا گذاشته میشه که خدا قوم خودش رو عروس خودش رو آماده کنه هم زمان هم که ما میدونیم که در این دنیا که این بلاهایی که آمده این بلاها بیشتر برای اینه که افراد دنیا واقعا توبه کنه بازگشت کنه به عیسی مسیح ایمان یاره که نجات پیدا کنه همزمان برای ما اینه که خدا کلیسای خودش رو میخواد همینطور تقدیس و پاک و آماده کنه برای آمدنش به این خاطر ما این پیاما رو یا این آیه ها رو یا موعظه ها رو انجام میدیم که واقعا آگاه باشیم هیچ موقع فکر نکنیم که حکیم هستن دیگه همه چی رو میدونم عزیزان من واقعا به شما میگم زمانی که من مکاشفه رو خوندم و چند مدت هست که دعای من هی میخوام میرم مطالعه میکنم واقعا یه ترسی یه ترسی هست که افتاد که روبروی چه خدایی هستیم واقعا بیشتر جدیتر در این قسمت فکر کنیم فکر نکنیم که ما مسیح هستیم که همه چی اوکی عیسی مسیح میاد ما رو ور داره. زمانی که با دقت نگاه میکنیم میخونیم اینجا حتی میگه که در مورد این وحش صحبت میکنه در مورد ضد مسیح صحبت میکنه در مورد این نشانه ها در مورد این نشانه ای که 666 که به دستا یا به همین طور هم به پیشونی اونجا گذاشته میشه و این نشانه شیطانه ما فکر میکنیم میگیم که نه هیچ موقع این رو نخواهم کرد نه من میدونم من در جریان هستم عزیزان اگر روی روی ضد مسیح ضد یعنی به جای مسیح نه اینطوری ضد مسیح الان شیطانه به جای مسیح این روحایی هستن فریب دهنده هستن اینا نیستن که الان میان یهو وحش میکنه تو میگه آها این پس ای این از شریره نه اینطوری مرمولک مر مر کنه میگن نه میان اینجا اصلا متوجه نیستن افرادی که بیدار نیستن افرادی که ذهنشون درست به, خو... به, به, به ایسای مسیح یا دیده شد و هدفش عیسی مسیح نیست اونا گمراه خواهد شد معمولا ما میگیم که هیچ موقع من دیگه سازش نخواهم کرد با شیطان فقط زمانی که به اونجا تو توی فشارها بیفتی مطمئن نباش چه تصمیمی خواهی گرفت اگر قلبت آماده نباشه اگر مسیح در تو قرار نکرده باشه شکل نگرفته باشه اگر این دید روحانی رو درست نداشته باشی اونقدر زود میفتی یا تصمیمایی که میگیرین که علی خداست بهانه هایی بعد از این میاریم برای خودمون نه من فکر میکنم اینطوری من فکر میکنم ایسا اینطوری من فکر نیکنم من ایسا اینطوری کاره من فکر نمیکنم دایه من با فکر فکرایمون جلو میریم فقط به این خاطر زمانی که من عنوان شبانم هم می از عزیز واقعا به شما میگم زمانی که مکاشفه رو میخونم واقعا میگم خداوند چقدر ما باید بیدار باشیم چقدر شیطان با حیل های خودش و با نشانه های خودش رو خواهد آمد چه موجزه هایی در این دنیا خواهد کرد که حتی برگزیدگان رو خدا که کلام خدا میگه گمراه کنه الان برگزیدگان الان خواندگان رو برداریم که الان خوانده شدن و الان دنبالش نیستن پس چه اتفاق خواهد افتاد به این خاطر خیلی باید عزیزان ما بیدار باشیم و این زمان قرنطینه ها رو به این خاطر دائما یک شنبه به یک شنبه چهار شنبه به چهار شنبه پنج شنبه به چه پنج شنبه که تعلیم دادیم به شما می گفتیم از این وقت استفاده کنین حضور خدا رو جستجو کنین ببینید خدا چی صحبت میکنه شخصیت سازیه دیروز هم یه جلسه ای داشتیم جلسه خادمین داشتیم و اونجا گفتم که احساس کردم الان این زمان قرنطینه مثل که خدا رو یا روح القدس تو رو از این از این محیط کلیسا ور داشته توی خونه گذاشته و میخواد با تو یک تمرین شخصی داشته باشه تقریبا مثل مربی هایی هستن که فقط بی یک به یک تعلیم میدن یا چیز میکنن تمرین میکنن و احساس میکنم همین چیزی هست که توی کلیسا ما آمدیم رفتیم با هم مشارکت داشتیم با هم غذا خوردیم خندیدیم خیلی چیزای عالی بود یا فقط همینطور میآمدیم میرفتیم الان یه زمان خیلی حساسیه الان تو هستی تو هستی زندگی تو الان چیه اون موقع میتونستی الان بهانه می ای میاریم نمیدونم شبان اینطوری میکنه نمیدونم این خادم این حرف رو زده نمیدونم این برادر این نمیدونم اینطوری با من رفتار کرده الان تک تنها هستی ایمانت الان کجاست دنبال چه چیزی هستی الان خودت باید آزمایش کنه خودت باید ببینی که در, در تو چه چیزی میجوشه آیا واقعا دنبال عیسی هستی آیا واقعا دنبال تبدیل شدن هستی یا کلیسا بازی کردنه و برحال خدمتی هم الان اینطوری نیست که الان ما باید خدمت کنیم الان فقط و فقط زمانی هست که زمان شخصیت سازیه زمان آمدن آماده کردن خودمون برای این زمان آخر در ملاکی باب سه اینجا که ملاکی کتاب ملاکی این آخرین کتابی هست که در عتیق نوشته و اینم نوشته شده نه برای غیر ایمانا بلکه برای ایماندارا نوشته شده و اینجاست که خدا خیلی اختار میکنه خیلی نصیحت میکنه خیلی این قوم خودش رو میخواد به راه راست هدایت کنه اونجا میگه که شما اینطوری میگی شما اینطوری میگه من این هستم من این هستم اینطوری صحبت میکنه با ایشان یعنی مثل اینکه قوم خودش اصلا تصویر اشتباهی داشتن اصلا از همه چی درست متوجه نمیشدن. و خدا چون عیسی مسیح باید سی آمد بعد از 400 سال عیسی مسیح آمد پس پس خدا در این عهد عتیق سعی کرد در این آخرین کتاب که قوم خودش رو آماده کنه که زمانی که عیسی مسیح بیاد واقعا شوکه نشن به این خاطر در ملاکی باب سه از آیه یک و دو میگه که هان او میآید قول یهوه سبایات این است اما کیست که روز آمدن او رو متحمل تواند شد او کیست که در حین ظهور وی تواند ایستاد یعنی اینجا میگه که کی میتونه الان درست بتونه به ایسته به حضور خداوند یعنی مثل یک اختاری مثل یک چیزی است که حواس جمع باشه زیرا که و اینجا ادامه میده زیرا که او مثل آتش پالایشگر و مانند صابون تصویح تس کننده خواهد آمد توی ترجمه تفسیری میگه که او مانند کسی که نقره رو صاف میکند کاهنان را مانند طلا و نقره پاک می سازد تا آنها با دل صاف هدیه های خود را به خدا تقدیم کند یعنی زمانی که الان جا صحبت می میگه که خدا اینطوری خواهد آمد که آمد کاهنان را مانند طلا و نقره پاک سازد این ربطی به نفسمون داره خدا اینطوری میاد و ما باید به هر حال خودمون رو آماده کنیم و برای نه با خدمت های خودمون بلکه با شخصیت خودمون و زمانی هم که متوجه شدیم زمانی که عیسی مسیح دیدن میگه که او در قوم خودش آمده و قوم او رو نپذیرفتن گفتن این عیسی رو نمیخواهیم چون قلبشون فکرشون دیدشون اصلا کلا فقر میکرد آیا میتونه همینطور ما هم همینطور زمانی که عیسی این حرفا رو میذاره و میخواد بیاد اینجا ما هم اینطوری به ایستیم و, و همینطور تقریبا مثل اینکه او رو رد کنیم و دنبال یعنی فکر میکنم او رو اینطوری عمدن رد نخواهیم کرد فقط همینطور که در دنیا وارد شدن و همینطور هم در در دنیا سازش با دنیا سازش کردن همون رد کردن مسیحه که باید در این قسمت مواظب باشیم در این کتاب کتاب ملاکی دیدیم که آخرین کتاب در عت عط عتیقه و الان میخوایم بریم الان در این قسمت بریم اینجا تو عت جدید آخرین کتاب که کتاب مکاشفه هست این کتاب مکاشفه رو میخوام از کتاب مقدس بخونم امیدوار هستم حواس جمع باشه حالا کتاب آخرین کتابه، کتاب کتاب مقدسه یعنی همینطور که ملاخی آخرین کتاب عهد احت الان این کتاب آخرین کتاب عهد جدیده و آمدن عیسی مسیح و اینجا میگه که فرشته دیگه را دیدم که در وسط آسمون پرواز میکند و او انجیل جاودانی رو دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد و به آواز بلند میگوید از خداوند بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است پس او را که آسمون و زمین و دریا و چشمای آب را آفریده آف پرستش کنید پس اینجا میبینیم که این, که این فرشته هست با یک کتاب میاد در آسمون وسط آسمون و شروع میکنه این اعلام کردن رو به آواز بلند میگوید از خداوند بترسید و او را تمجید نمایید زیرا که زمان داوری او رسیده است از من این این موعظه نه فقط موعظه هایی که مربوط به ترس خداوند تقریبا 2015 بود وسط 15 بود تقریبا 5 6 تا موعظه های پشت هم در مورد ترس خداوند در مورد احترام خداوند صحبت کردم که خودمون رو باید آماده کنیم فقط فکر می کنم اون زمان برها میگیم که نه همه چی اوکی همه دنیا نرماله همه چی خوب پیش میره خوبه میایم کلیسا وقت خوبی میگذاریم و میریم میایم شاید گفتم که شاید الان که واقعا داوری خدا رو میبینیم که هیچ موقع در این دنیا این وزن نبود شاید این باعث بشه که متوجه بشین آخرین پیامی که این, این فرشته که در آسومو میکنه چیه میگه که بترسین و خدا رو تمجید کنین از خداوند بترسین اگه میریم توی کتاب معلاخی اونجا میبینیم که سه تا باب هست توی کتاب مقدس فارسی زبان چهار تا تو این سه تا باب یا چهار تا باب پنج بار نوشته در مورد ترس خداوند ترس خداوند ترس خداوند چون ترس خداونده که ما رو در مسیر درست هدایت میکنه ترس خداوندی که ما رو به اطاعت هدایت میکنه بدون ترس خداوند عزیزان خواهیم افتاد کسی که ترس خداوند رو نداره هیچ موقع درست اطاعت نخواهد کرد موتی نخواهد شد و با گناه بازه سازش میکنه و فکرش قلبش برای دنیاست و این باعث میشه که اصلا کلا از این فیس بیفته و مخصوصا که الانم خیلی در مورد فیزم ما توی کلیسامون خیلی تعلیمایی دادیم در مورد محبت خدا با چه عشقی ما رو دوست داره تعلیم دادیم که هویت تو در مسیح چیه واقعا چه چیزایی خداوند به ما مکاشفه کرده که واقعا وصف بشیم به اون محبت بچسبیم به این محبت از اون تغذیه بشیم و همینطور میتونیم آزاد بشیم شفا و خیلی اتفاقاتی خدا در کلیسامون انجام انجام داد و فقط شاید در این قسمت نمیدونم این فیض رو هنوز متوجه نشدیم فیضی که هست فقط خدا میاد دور ما رو میچرخه و فقط به ما رسیدگی میکنه این عزیزان فیض فقط یه قسمتی از فیضه فیض از دید من اینه که الان یک زمانی گذاشتم از زمانی که تو به دنیا میاد یا از زمانی که عیسی مسیح مرده قیام کرده و همینطور روح القدس رو آمده که از زمانی که کلیسا به دنیا آمد و از اون زمان زمان فیض شروع شد فیض برای خودم اینطوری است که یک زمانی هست که خدا یک عمری هست به ما که ایماندار هستیم و, و به عیسی مسیح عیسی مسیح را عنوان خداوند قبول کردیم این زمان ما خودمون رو آماده کنیم اشتباه می کنیم باید تعلیم ببینیم شکست می خوریم فقط این فیض زمانی آماده کردن خودمونه برای ابدیت در عهد عت عتیق گناه میکردن خدا داوری میکرد در عهد جدید خدا داوری نمیکنه دستشو بلند میکنه بگه بیست برو جلو من با تو هستم احتیاج به قدرت داری به تو میدم احتیاج به محبت داری من هستم یا و چقدر ما چقدر ما بها رو پرداخت میکنیم چقدر زندگی ما وقتمون همه رو در اختیار خدا میذاریم و بعضی وقت اشتباه میکنیم بعضی وقت خرابکاری میکنیم و خدا میگه که زیر فیض هستی، باش باشو و برو جلو، من با تو هستم، نه فقط الان فقط برای شفا دادن یا آزاد کردن، این همه چیزایی که الان ما به دست بیاریم، شفا، آزادی، همه چی برای اینه که این راه رو ادامه بدیم، که به اون کاملیت برسیم، به اون هدف خدا برسیم به این خاطر فیض رو وردار عنوان یک زمانی که خداوند به تو این زمان رو بخشیده که تو تمرین کنی خدا به تو و به من روح خودش و روح قدس رو به ما داده که ما تمرین کنیم ملاقات داشته باشیم و بگیم که روح قدس چه چیزایی در من درست چه فکرایی باید عوض بشه چه چه ذهن من چه کجاست که اشتباه میکنم تمرین کردن اشتباه کردن چقدر من خرابکاری کردم چقدر من اشتباهاتی کردم الان که امروز اینجا ایستادم به شما میگم واقعا من لیاقتش هیچ چیزی نداشتم این خداست که دائما منو بلند کن من چیزی نداشتم جز اینکه او رو پیروی کنم گفتم هیچ چیزی در این دنیا وجود نداره که ارزش داشته باشه زندگی خودم رو فدا کنم تنها یه چیزی هست که ارزش داره این عیسی مسیح چون اون واقعیته. و فقط به پاداش نگاه کردم همینطور نگاه کردم که خدا چه, چه, از چه لجنهای من رو نجات داده و کجا میخواد من رو ببره و زمانی که ملاقات میکنیم با خدا زمانی که میریم با حضور خدا من زانو میزنیم و میگیم خدا من بیا نشون بده چه اتفاقاتی هست چه چیزایی رفتارهایی هست با من چه رابطه هایی من باید, باید, با 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 دیگران داشته باشم چقدر غرور در منه چقدر خودمهوری در من از خدا روی این چیزا شروع میکنم به کار کردن و خدا فیض میبخشه که پیروز بشی از هر وابستگی هست خدا فیض بخشه که آزاد بشی خدا به کلیسا ها رو داده و همینطور هم مبشرین رو داده و همینطور تل، معلمین و رسولان و شبانان رو داده که تو رو تکمیل کنه چون زیر فیض خدا زندگی میکنی که خدا تو رو بنا کنه آماده کنه برای پادشاهی خودش این میشه فیض عزیزان اشتباه نکنیم که فکر کنی فیض خدا اینه که الان بیاد عیسی مسیح دور من بیچرخه فقط همه رو به من بده نه این خدای قدوسی نیست که من پیروی میکنم این خدای قدوسی نیست که تو کتاب مقدس اینجا نوشته به این خاطر ما باید فیض رو درست عزیزان بفهمیم و بفهمیم امکان هست تو بی اجازه داری اشتباه کنی اجازه داری خرابکاری کنی حتی من یک بار بود که تازه سه سال ایمان آورده بودم اونقدر یه غروری من من گرفته من کلیسا رو خراب یکی کلیسای آلمانی زبان بود یا چه کارهایی کردم وحشتناک فکر کردم من یه چیز خیلی مخصوصی هستم خدا منو خوانده من یه چیز یه چیز نمیدونم چی میگن یه قهرمان ایمان هستم غرور گرفته و فیض رو نفهمیده بودم محبت خدا رو نفهمیده بودم خرابکاری بزرگی کردم فقط فیض خداست که من رو بلند کرد توبه کردم بازگشت کردم گفتم خدام من غلط کردم این کارا رو کردم واقعا چون فیض تو محبت تو رو نشنیده بود نشنه، نه، یاد نگرفته بودم از پدرم و و, و و از گذشته من زخمی بودم اینطوری عکس عمل کردم فقط ایستادم و گفتم که الان خودم من فهمیدم اطاعت رو آموختم با رنج و درد دو سال دوران طولان طول کشید که زمانی که ایستادم و میدونستم بدون اطاعت کردن موتی شدن هیچ کاری نمیتونم انجام بدم همه چی روی اطاعت چی شده بود ساخته شده بود این ترس خدا من, من رو فرو گرفته این ترس خدا منو در این اطاعت نگه داشت هر جایی که اشتباه میکردم زود توبه میکردم چون میدونستم این توبه نکنم من رو از مسیر بیرون میکنه ترس خداوند در این زمان که ما را هدایت میکنه من مطمئن هستم ترس خداوندی که منو امروز تا اینجا اوورده که من هنوز هر چقدر واقعا لیاقتش ندارم شبانی میکنم اینجا به این خاطر خدا میخواد در این زمان همینطور که این فرشته که در آسمون هست میگه که از خداوند بترسی و رو تمجید کنی و احترام بذارید یا اینجاست که پس این صدا رو من باید بشنوم پس اون فرشته به من میگه و به دنیا میگه پس دنیا هنوز کره دنیا نمیشنم و فقط من میشنوم چون مال خدا هستم و افرادی هم مثلا نمیشنون میشنون فقط نمیشنون همینطور در اشای نبی اینجا نوشته اونا گوش میکنن و نمیشنون میبینن و نمیبینن مبادا ما تو این, این،, این فضا قرار, گر... قرار بگیریم به این خاطر زمانی که این فرشته میگه که از خداوند بترسیم و صدای بلند بترسید و او رو احترام بذارید پس به کی میگه؟ به من میگه من باید از خداوند بترسم من زندگی خودم رو باید درست کنم از هر قسمت هایی خدا رو جستجو کنم بشنوم خدا با من چی صحبتی میداری چه مشکلی من ذهن من رو تاهر کن قلب منو تاهر کن لکه های منو وردار خداوند من. میخوام با زندگی خودم رو او رو احترام بذارم این پیامی که کلیسا به دنیا باید بده چی همون پیامی هست ای دنیا از خدا من بترسید و احترام بذارین اینو باید اعلام کنیم به این دنیا فقط اگر من در اون زندگی نمی کنم پس چه پیامی دارم بهشون بگم اول خدا میگه که تو الان بدون ترس زندگی تو هنوز سازش میکنی در با در ملاکی همینطور که درد میگیره می من میگه که پسر پدر خود و غلام آقای خیش را احترام می نمایند پس اگر من پدر هستم احترام من کجاست؟ اگر من آقا هستم احترام من یا ترس من کجاست؟ به قوم خودش میگه خیلی آیه هایی هست که نوشته شده که ما رو میخواد نصیحت کنه تنبیه کنه توبیخ بشیم که بیدار بشیم بیداری نمیاد از اینکه خداوند بیداری ببخش بیداری میاد زمانی که میرین توی خفای خود توی اتاق خود زانو میزنی و اجازه میدی روح القدس بیاد با نور خودش تمام اشتباهات فکرها ذهنها تمام گره هایی که در زندگی ما قرار گرفته عادت های بد قرار گرفته این عادت شده دیگه گناه نمی بینیم این چیزا رو این عادیه دیگه نرماله دیگه نگاه میکنیم همه هم اینطوری هستن من بایب نداره یک روز ما باید جلوی خداوند خودمون رو مقایسه کنیم و اونجا زمانی که قدوسیت تو پاکی او رو زیبایی رو درخشش او رو خواهیم دید اون موقع اینجا ایستادی تمام لکه ها گره ها اشتباهات گناهان لجن هایی که در ماست خواهیم دید همون توی کتاب مکاشفه از باب 18 آیه 4 میگه که فس صدای دیگه از آسمون شنیدم که گفته ای قوم من از میان او از میان این دنیا بیرون آیید مباد و گناه های شریک شوید و از باب بلاهای از بلاها من شوید به کی میگه ای قوم من از این سیستم این دنیا بیرون آیید از این گناه ها بیرون آیید مبادا زمانی که میگه مبادا یعنی امکان هست مبادا گناهشون گناه شریک شوید از بلاها بهرمند شوید این ویروس هایی که آمد و ویروس‌های های هم خواهد آمد عزیزان برین مکاشفه رو بخونین که اون موقع خواهید دید چه بلاهایی خواهد آمد من فکر می‌کنم این الان فقط چی میگن یک چی میگن چی میگن یا فوش بایزه چی میگن yeah, uh... for... For پیش خضا بود پیش بلا بود <applause> پیش بلا بود الان دنیا چی میکنه دنیا الان میگه که باشه الان همکاری میکنن الان روزنامه رو نگاه میکنیم ببینیم که چقدر این 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 چیز باعث شده این ویروس باعث شده که الان اعتماد به هم دیگه پیدا کرده الان تمام کشورها با هم دیگه چی میشن با هم همکاری میکنن چه صدایی هست صدای زد روی ضد مسیح همکاری میکنن حتی دیروز گفتن که یک چیزی کردن گفتن که ما الان در این زمان نمیدم کدوم کشور گفته بود که چیز رئیس جمهور گفته بود گفت, گفت بری برای این زمان تمام جنگ ها رو بگذاریم کنار یک ویروسی آمده یا تمام جنگ ها رو بزنیم کنار این روح بو ضد مسیح که سم یواش یواش رو میکنه انجام دادن یعنی کار خودش رو انجام دادن اگر ما بیدار نباشیم گم خواهیم شد عزیزان و خدا میخواد ما در این قسمت واقعا در بیداری زندگی کنیم ما الان در قرن اول برای دوازده تا رسول بودن یا یازده تا رسول بودن بعد از این برای صد نفر بودن بعد چطور این حرکت در این دنیا اتفاق افتاد و ما هم الان نماینده حال عیسی مسیح هستیم و تو این چند مدت است که ما در موردش موعظه می کنیم ما سفر 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 سفارت خدا ملکوت خدا در این دنیا است. هر کلیسای سفارتی هست و ما کارگر این سفارت هستیم که انجیل رو به دیگران برسونیم و همینطورم مسیح, احت... مسیح رو بلند کنیم، نام او رو برافرازیم و همینطورم تمجید کنیم. این مسئولیت در ما به ما داده شده در ملاکی دوباره ملاکی ببینید چند چیزهایی هست که میخوام با ملاکی صحبت کنم چه در برای قوم اسرائیل اون موقع بود الان ربطی داره به ما از طرف روحانی و اینجا میگه که چون عیسی مسیح هم آمد با ما چه کرده یه عهدی ما بسته با خونش اون موقع عهد رو عهد رو بستن با خون گاو و گوسفند و اینجا میگه که عهد من در ملاکی باب دو آیه پنج تا هفت عهد من با وی عهد حیات و سلامتی می بود خواهش میکنم دقت کنین عهد من با او با وی عهد حیات و سلامتی بود و آنها را به سبب ترسی که از من می به وی دادم و به سبب آنکه از اسم من حراسان می بودند یعنی اینجا خدا میگه که این عهدی که با او بستم به خاطر اینکه از من میترسیدن منو حرمت میدادن به این خاطر حیات و سلامتی رو به دست می آوردن این عهدی بود که خدا من اون موقع بسته بود بعد از این میگه شریعت حق در دهان او می بود یعنی در مورد قوم خودش یا در مورد کاهنان در مورد لاویان صحبت میکنه شریعت حق در دهان او می بود و بی انصافی بر دلهایشون یافت نمیشد بلکه در سلامتی و استقامت با من سلوک می نمودند و بسیاری را از گناه برمیگرداندند زیرا که لبهای کاهن میباید معرفت را حفظ نماید تا شریعت را از دهنش بطلبند چون که او رسول یهوه سبویوت میباشد این چیزی بود که خدای لاب می کرد گفته اینه این زندگی ما این باید باشه بعد از این میگه که اما بعد از این این چیزهای منفی رو میگذارم کنار میگه که این عهدی بستم با شما الان عیسی مسیح با خونش این عهد رو بسته پس چه داوری بزرگتری ما جلو خواهیم ایستاد و به خاطر ترس و به خاطر احترام در این سلامتی من در این آرامش من در این حیات من می بودن بی انصافی بر در دل دلهایشون نبود و همونطور هم همینطورم زیرا که لبهای کاهن لبهای ما زندگی ما مخصوصا در این زمان آخر از ما خوانده شدیم از آن تک تک ما نه فقط شبان و رهبر همه ما خوانده شدیم که در از لبهای ما معرفت را حفظ نمایند و شریعت را از دهنشون بطلبند چون که ما رسول خدا رسولان یهو و هستیم یعنی ما هستیم که باید این, این،, این،, این پیام رو نه فقط بیاریم بلکه زندگی مسیح رو منتقل کنیم با عیسی مسیح آشنا کنیم و برای این واقعا احتیاج داریم چون ما خوانده شدیم همون فرشته ای که بالا اینجا میگه که در وسط آسمون ایستاده و میگه که انجیل خداوند در دستشه انجیل برای تمام دنیا و میگه که بترسین از خداوند بترسین و همینطورم هم او را احترام بذارین ما الان این معموریت رو داریم ما باید الان این پیام رو به دنیا برسونیم به این خاطر ما باید الان اینجا در ترس خدا زندگی کنیم و همینطور خدا رو با زندگی خودمون رو احترام بذاریم و خدا به ما به خاطر این به خاطر این که ما هستیم این امکان را به ما بخشیده الان کم و پیش افرادی هستن که میرن سر کار فقط هنوز و هنوز وقت هست برای خانواده خودتون برای خودتون همینطور هم برای عیسی مسیح که او رو جستجو بکنین زمانی ما هستیم عزیزان که بیشتر و بیشتر باید در ترس خدا زندگی کنیم ترس و یعنی ما احتیاج داریم برای این خدمت برای این خدمت مهم احتیاج به قدرت خدا داریم برای برای این خدمت احتیاج به مس داریم و این مس میاد زمانی که ما اطاعت میکنیم عزیزان اطاعت میاد زمانی که ما در ترس خدا زندگی میکنیم و ترس خدا زمانی که قرار میگیره شروع میکنیم اول روی خودمون کار کنیم شخصیت سازی کنیم و اجازه بدیم خدا در زندگی ما کارهای خودش انجام بده چطور میتونیم خدا رو احترام بذاریم چطور میتونیم از خداوند بترسیم اولین چیزی که باید انجام بشه ما باید کتاب مقدس بخونیم افرادی هستن ایمانداری هستن وقت برای کلام نمیذارن آخه وقت نمیذارین پس چطور میتونیم با کلام خدا آشنا بشین وقت گذاشتن و اینم طبق یک عادتی باید باشه وقت گذاشتن خیلی چیزایی هستن فقط چند تا چیزایی الان اینجا میخوام بذارم زمانی که میخوام احت... بگم که از خدا ترس و احترام بذارین راه رو را هم به شما میخوام نشون بدم که چطور میتونیم با این زندگی خودمون با تصمیمای زندگی روزمرهمون خدا رو احترام بذاریم و همینطورم هم نشون بدیم واقعا من در ترس خدا زندگی میکنم یا زمانی که همینطور تعلیم پذیر هستین انتقام پذیر هستین نشانه اینه که در ترس خدا زندگی میکنین زمانی که شبانه یا رهبرت یک کسی میاد اینجا نکته ها رو به تو نشون میده شروع نکن به جنگیدن جنگیدن نشونه اینه که هنوز ترس خدا رو ندارین هنوز روی حق خود ایستادی هنوز تو میخوای حکومت کنی زمانی که یه کسی میاد به من چیزایی میده پس باید بگم که برای خوبی منه من باید یاد بگیرم منم اشتباه میکنم منم دیدم که چند مدت است که قسمت هایی هست که غرور من نمیگذاشت یا فقط قسمت های لکه های کوچیکی هستند که باید اینجا نگاه کنیم رویش کار کنیم دانستن یه چیزی دیگه هست زمانی که خدا به من میگه که ببین این مشکلی داری این فقط دانستنه الان ورداشتن روی این عمل کردنی که اینو اصلا کلا روی صلیب بیارم محکومش کنم روز به روز روش کار کنم این نشانه اینه که یه کسی در ترس خدا زندگی میکنه این هم هست که زمانی که در مورد عیسی مسیح در مورد این اه اه چیز صحبت میکنه اینطور کسی که خونهش رو میسازه میگه که روی شن نسازین فقط شنیدین همه چی رو میدونین فقط عمل نکردین افرادی هستن که واقعا زندگی خودشون روی یه کوهی ساختن فقط کوهی شنه صخره نیست برای خودشون یه چیزایی ساختن و فکر میکنن اینه درست فقط گوش نمیکنن اطاعت نمیکنن روی خودشون کار نمیکنن مشکل های دیگران رو نگاه میکنن و حتی جایگاه خودشون میگن من جای من اینجاست نمیدونم چقدر تایید شده تعیید نشده فقط این روی اطاعت موتی شدن رو ندارن و همینطور هم زمانی که خدا توبیخ میکنه تنبیه میکنه یا نصیحت میکنه یک کسی که ترس خدا رو داره گوش میکنه هر چقدر دردناک باشه عزیزان ترس خدا درد داره فقط آخرش سلامتیه آزادیه انتقام گرفتن با برادر خواهر جنگیدن زمانی که زندگی داوود رو الان چند مدتی است که اول سموئیل رو میخونم اینجا میبینیدم که این شاول رو که نگاه میکردم این شاول چقدر دنبال داوود بود که داوود رو از بین ببره دو بار داوود ام، امکانی داشت او رو بکشه و گفته دست خودم رو روی مس شده خدا نمیذارم اجازه نمیدم اون مس شده خودت هر چقدر کار شریرانه انجام میداد فقط قلب داوود قلب خدا بود و جالبش این بود قسمت آخرم که خونده بودم که زمانی که شاول مرد که این دوش بزرگترین دشمن مرد داوود آمد یک هفته روزه گرفت برای مرگ شاول میگم که ای خداوند این دشمن را آمده او رو میخواست دائما بکشه زندگیش و سالاش رو ورداشته الان داوود گریه میکرد که این پادشاه مرده یک هفته روزه بگیریم برای او من فکر میکنم یک قلبی که واقعا دنبال خداست دنبال پادشاهی خداست هیچ موقع شروع نمیکنه به جنگیدن واقعا حتی هم دلش هم میسوزه بر افرادی که شاید هم مثال میگم خرابکاری میکنن هر نوع من فکر میکنم در همه ما حسادت وجود داره در هر همه ما قسمت هایی وجود داره که داوری میکنیم یا, یا بی خودی رو حق خودمون یا کل که ما میکنیم صادق نیستیم ریاکاری می این چیزهایی هست که مربوط به مربوط به سخمای ماست افرادی هم هستن که واقعا مسخره میکنن روی مسخره درونش قرار گرفته برای همه چی همینطور با لبخند با چیزهای دیگه چیزهایی که مثلا مثل فکر خودشون نیست شروع میکنن به مسخره کردن تمام این چیزهایی هستن که یک کسی که رویش کار نمیکنه پس ترس خدا رو نداره خیلی چیزایی هست که الان نمیخوام صحبت کنم من فکر میکنم همه ما احتیاج داریم زمان رو بذاریم به حضور خداوند بریم بگیم روح القدس تو به من نشون بده تو به من نشون بده عیب های من چیه دردهای یا گرفتاری هایی میشه چه چیزهایی هست که وابسته هستم چه چیزهایی از من باید رها کنم خدا من خواهش میکنم الان اگر میخواین دعا کنید میگه خدا من من شاید ترس خدا رو ندارم اولی دعا میتونی انجام بدی خدا من واقعا روی ترس خودت رو روی من بریز همون روی ترس خدا روی عیسی مسیح بود در ایشای نبی بابه یازر رو میخونی میگه که این هفتا روح صحبت میکنه و این یه دونه از این روح همون روح ترس خداوند بود که روح عیسی مسیح بود اگر روح عیسی مسیح این ترس خداست روح عیسی مسیح روح ترس خداست پس روح من چی باید باشه صد مرتبه زیادتر باید باشه اولین این دعایی پس میتونه بگه این خدا من, رو هدایت کن که واقعا در ترس خدا زندگی کنم روزه بگیر دعا کنی این نشانه اینه که واقعا میخوای خدا رو احترام بذاری گفتم که در چیز در کتاب ملاکی در مورد ترس خدا صحبت میکنه پنج بار و منم با خادمین کلیسا این قسمت رو مشورت کردم که گفتم که فقط نگاه کنین که زمانی که تو ترس خدا هستین ترس در ترس خدا زندگی میکنین چقدر چشمای خدا روی زندگی توست چقدر برای تو کتابی نوشته میشه خدا نگاه میکنه از بالا یک کس میگه که یک کسی از شاید هم هیچ کسی هم نمیفهمه فقط خدا میبینه کیا هستن که واقعا از او میترسن و اینجا میگه که در ملاکی باب 3 آیه 16 میگه آنگاه کسانی که ترس خدا رو داشتند با یکدیگر گفتگو نمودند و خداوند به سخنهای آنها گوش داد و همه آنچه که گفتند شنید پس در کتاب یادگاری اسم کسانی که از خدا میترسیدند و نام او را گرامی میدانشتند در حضور خداوند ثبت شد لذت میبرم میگم خدا من چقدر عالی زمانی که من در ترس خدا یا کلیسا در ترس خدا زندگی می یا برادرها واقعا با هم با شفافیت با راستی همین که هستیم و هم جمع میشیم از خدا میترسیم همدیگه رو بنا میکنیم و همدیگه رو موازه به همدیگه باشیم هیچ کسی وارد گناه نشه توی گناه نشه تشویق میکنیم بنا میکنیم خداست که در اینجا نگاه میکنه و گوش میکنه و کتابی می نویسه برای یاد بودی و آخرش هم ملاکی بابه چار دو میگه که اما برای شما که از اسم من میترسید این یک وعده ای هست که خدا من به شما میبخشه عزیزان اما برای شما که از اسم من میترسید آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهای وی شفا خواهد بود و شما بیرون آمده مانند گوساله های پر پروری جست و خیز خواهید کرد اونایی که از خداوند میترسن آفتاب عدالت طلوع خواهد شد اونا که از خداوند ترسند. در این زمان آخر خواهی دانست چی باید انجام بدی خواهی دانست شیطان چه کارهایی میخواد انجام بده دنیا چه وضعی است خواهی دانست که که امکان رو داشته باشی صدای خدا رو بشنوین چون خدا دستورهای خودش رو میده و خدا از ما میخواد استفاده کنه که کار خدا رو اینجا پیش ببریم این میگم قسمت آخر عزیزان در ملاکی باب چهار یعنی تقریبا آخرین قسمتی هست که در ملاکی اینو نوشته ولانه کوتاه آخرین آیه با هم بخونیم کلامی که در مکاشفه آخرین باب باب 22 از آیه 11 تا 15 این دیگه آخرین کلم های خداست عزیزان و میگه که پس شخص بدکار به بدی کردن ادامه دهد و نفسد مفسد همچنان به فساد فساد بپردازد نیکوکار به نیکویی کردن ادامه دهد و مقدس همچنان مقدس بماند قسمت های آخر یعنی میگه که اونایی که بد کار اونایی که دنبال چیزای شریرانه هستن کارهای خودشون شما کل شخص هستن ادامه بدین اونایی که نیکوکار هستن یا دنبال مقدس هستن ادامه بدین مقدسان همچنان مقدس بماند و پادشاه و پاداش من با من است تا به هر کس بر حسب عملش جزا دهم چیز؟ جزا نیست؟ چرا؟ جزا دهم پس میگه که یک پاداشی داره خداوند و هر کسی به هر به عملش اینو خواهد داد این ربطی دیگه به فیس نداره این ربطی به عمل داره من الف و یا اول و آخر و ابتدا و انتها هستم خوش به حال آنایی که ردای خود را میشویند تا حق, حق دست دسترسی به درخت حیات را پیدا کنند و بتوانند به دروازه های شهر داخل شوند خوشبالی آنانی که از آن در این زمان آخری که ما زندگی می کنیم در آخرین باب مکاشفه نوشته شده خوش به شما که ردای خود را بشوید روی خودتون کار کنین شخصیت سازی کنی اجازه بدین خدا دخالت کنه در زندگی تو رو تو رو آماده کنه که جلوی این در نایستی، که تا حق دسترسی به درخت حیات را پیدا کنید و بتوانید به دروازه های شهر شهر اورشلیم سماوی وارد بشید سک ها و جادوگرها بی اف افتان و آدم کشان بود پرستان و همه کسانی که دروغ رو دوست میدارند و آن را به عمل میآورند بیرون میمانند عزیزان این کلامی بود که خدا تو قلب من گذاشته که واقعا این کلام باعث بشه که شروع کنیم واقعا از خداوند بترسیم زندگی ما رو درست کنیم به حضور خداوند و خدا رو جستجو کنیم من نمیدونم چه عیبی در توش چه مشکلی در توش چه قسمت هایی باید عوض بشی نمیدونم این روح القدس میتونه هر چقدر ما واقعا این وقت رو بذاریم توی این خفا بریم و اجازه بدیم نشون میدی که واقعا ترس خدا در توست فقط جستجو کن روزه بگیر و این نشانه این است که واقعا میخوای خدا رو احترام بذاری از با هم دعا کنیم که روح خدا ما رو کلیسای ما رو آلف اومگا و همینطورم هم کلیسای دیگه کسانی هم که الان این پیام رو میشنون در هر کلیسای هم هستین واقعا یک شروع کنیم یک نمونه شدن و خودمون یک یا روی خودمون طوری آماده کنیم که اولین بیداری در ما این مستر در ما به وجود بیاد که بتونیم به دیگران هم منتقل کنیم سرمون خم بکنیم و دعا کنیم هاللویا مرسی خداوند ایسا جان تشکر میکنیم از تو که خداوند که در این زمانی که دنیا توی سردرگومی خداوند هیچ اطلاعی ندارن چه اتفاقاتی میافته و چه اتفاقاتی خواهد افتاد خداوند مرسی که به کلیسای خودت پیامهای آخر خودت رو میدی همینطور که در ملاکی به قوم اسرائیل دادی الان به ما میدی که واقعا هوشیار باشیم خداوند واقعا دعا میکنم خداوند از منم شروع کن خداوند بیشتر و بیشتر رو این روی ترس خودت رو روی این کلیسای ما و کلیساهای خودت بریزی خداوند چون ترس خداوند ترس توست که ما رو در مسیر درست هدایت میکنه و اجازه میده روح قدوس در ما کار کنه ترس توست خداوند که ما رو هدایت میکنه که نام تو رو احترام بذاریم و تمجید کنیم که آخر واقعا این بیداری در ما به وجود بیاد خداوند که نمونه در این دنیا باشیم که بتونیم خداوند این فرشته ای که در آسمون است خداوند ما چون رسول تو در این دنیا هستیم رسول خدای یهوه لشکرا هستیم که این پیام تو رو بتونیم به دنیا برسونیم با اقتدار خداوند با محبت و به با, با فروتنی ممنون هستیم خداوند که خداوند کمک خواهی کرد چون ما هنوز در فیض زندگی میکنیم به ما این امکان رو میدی برای توبه و بازگشت امکان رو میدی خداوند زندگی خودمون رو درست کنیم و مرسی روح القدس که به ما کمک خواهی کرد اینو دعا میکنم خداوند با احترام به تو خداوند در نام تو همیسا مسیح آمین و آمین